و ما خبر آخر نشست علمی روزانه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه چهارم جمادی الاولای سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظماشی در این نشست در رابطه با برخی از صفات حضرت زینب سلام الله علیها همچون عارفه، فاضله، معصومه صغرا، عالمه غیر معلمه، نائبه حسین، عقیلت نسا، فصیحه و بلیغه فرمودند تمامی این صفات مقام حضرت زینب سلام الله علیها را بیان می کند اما دلیل داریم که اسمت کبرا مخصوص چهارده نفر است و حضرت زینب در مرتبه پس از اسمت کبرا قرار دارند معظم الله در رابطه با صفت عالمه غیر معلمه برای حضرت زینب فرمودند حضرت زینب سلام الله علیها علم لدنی داشتند اما این بدان معنا نیست که معصوم پانزدهم باشد چرا که اسمت کبرا مختص به چهارده نفر است و مقام حضرت زینب در مرتبه پس از آن چهارده بزرگوار قرار می گیرد. ایشان در رابطه با مکان دفن حضرت زینب سلام علیه ها فرمودند مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی کتابی به نام دعا و زیارت دارند که در آنجا ذکر می کنند که امیر سه دختر داشتند که نام هر سه زینب و کنیه آنها ام کلسون بود دو نفر از این بزرگواران هم دختر امیر و هم دختر فاطمه زهرا بودند که مشهور به زینب و ام کلسوم هستند و اسم حضرت ام کلسوم هم زینب بوده است. نفر سوم دختر امیر بوده اما از فاطمه زهرا نبوده است. آیت الله در ادامه فرمودند در کتاب دعا و زیارت از برخی علما نقل شده که سومین دختر امیرالمؤمنین که اسم او هم زینب و کنیش ام کلسون بوده و مادرش حضرت زهرا نبوده و از همه هم کوچکتر بوده در زمانی که امام حسین زنده بودند در مدینه از دنیا رفته و امام حسین او را تشریع و دفن نمودند معظم الله در رابطه با محل دفن هر سه فرزند امیر به نام زینب و کنیه ام کلسوم فرمودند زینب کبرا در دمشق دفن شده و زینب وستا که به ام کلسوم مشهور است در مصر مدفون شده و زینب صغرا که کنیه او هم ام کلسوم بوده در زمان امام حسین در مدینه درگذشته و همانجا دفن شده است با هم فرمایشات آیت الله عزما شیرازی را ببینیم و بشنویم نه یعنی شکی نیست اسمت کبرا خاصه با اون چارده تاست بونده همی نداره بله بعد از مرتبه بعد آها حضرت زینب علیه السلام حضرت علی اکبر، حضرت اول فضل عباس اینا مرتبه بعد هستن سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله عظما شیرازی به این شرح بود موارد وجوب زکات معیار قوت غالب در زکات فطره اشاره به برخی از نزاهای علمای اصولی و اخباری احکام فرزند نامشروع معنا و اقسام صدقه و احکام تجافی در نماز جماعت از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علی سلام ماهواره یا صد فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید